با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. به نام حضرت دوست که هرچه هست و نیست از اوست، و به شکرانه نعمتهای بیکرانش به نام او آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های عزیز گرامی، سلام علیکم. امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. خیلی خوشحالم و خداوند را سپاسگزار که باز هم توفیق داریم با برنامه دیگر از پنجره زیبا و با معنویت تلویزیون جهانی هادی روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم. با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری با موضوع راهکارهای فقر زدایی، راهکارهای مبارزه با فقر روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای استاد مختاری. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و بینندگان خوب و عزیز و ارجمندان سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم. خیلی ممنون حضرت استاد، خیلی خوش آمدین و خوشحالیم که باز هم افتخار داریم تا در محضر شما باشیم. استاد، همونطوری که عرض کردم موضوع بحث راهکارهای مبارزه با فقر هست. سوالی را که میکنم، سوالی از دید یک بیننده افغانستانی، بسیار یک سوال مبتدی و خیلی هم فکر کنه که چرا این سوال میکنه. ای که فقر چی هست؟ تعریف فقر. این سوال برای کسایی میکنم استاد که 1% اندک از مردم جامعه ما که شاید متوجه این نباشه که فقر چی هست، و الا دیگرا استاد با تمام وجود موضوع رو درک میکنه که فرق چی هست، فقر چی هست. لذا به خاطر که بحث ما جامعه باشه از اینجا شروع میکنیم که استاد تعریف فقر، فقر چی هست. و اینم نگفتن همون استاد، او 1% رو هم که عرض کردم که اونا متوجه این است که فقر چی هست، اونا از فقیر هم در جامعه ما فقیرتره. بله. به خاطر که اکثر موارد اونها هم خلاصه نانشان از سفره مردم فقیر تامین میشه. از اینجا شروع میکنم. بله، موضوع بسیار مهم و مبتلا به جامعه افغانستان، نه تنها جامعه افغانستان که در سراسر دنیا یکی از معضلات و چالش های مهمی جامعه بشری بحث فقر هست و مبارزه با فقر و همینطور عواملی که باعث فقر در جامعه میشه. اگر ما بخوایم یک تعریفی داشته باشیم، خب فقر در حقیقت در عرصه لغت به معنای ستون فقرات، از فقار گرفته شده، معنای ستون فقر، مهره هایی که در کمر انسان هست. وقتی این واژه تغییر پیدا میکنه، از حالت فقر، از حالت مستری به حالت صفتی تبدیل میشه، فقیر که میشه معنی هم عوض میشه. فقیر یعنی شکستن این مهره ها، شکسته شدن مهره ها، خمیدگی مهره ها. لذا در اصطلاح هم فقیر به کسی گفته میشه که واقعا قامتش زیر بار مشکلات زندگی اقتصادی خم شده و واقعا استخوان های او خرد شده، که ما مصادقش در جامعه میبینیم. یعنی کسانی که بالاخره در تأمین نیازمندی ها و ضروریات زندگی خودشان نیازمند به استعانت و کمک دیگران هست، یعنی خودش به طوری کامل نمیتونه او را تأمین بکنه، لذا به این شخص در جامعه فقیر گفته میشه. اگرچه در تعارفی که صورت گرفته، خطوطی که برای فقر در نظر گرفته شده در هر کشوری و در هر سطح و لایه اجتماعی مسئله فرق میکنه. مثلا فقیری در اروپا، فقیری در آمریکا، فقیری در آفریقا و فقیری در آسیا، سطح فقرشان تا حدود فرق میکنه. ولی لذا خط فقری هم که در نظر میگیره لذا متفاوت خواهد بود. ممکنه کسی که در افغانستان 1 دلار در درآمد روزانه داشته باشه فقیر گفته نشه، خیلی هم غنی گفته شه به تناسبی جامعه افغانستان. ولی در اروپا، در آمریکا، در برخی از کشورهای دیگه اگر از 2 دلار در روز کمتر درآمد داشته باشه، یادم زیر خط فقر قرار میگیره. یعنی 2 دلار معیار و همو خط فقر گفته میشه. کسانی که پایین تر از او هستن یعنی پایین خط فقر قرار میگیره. کسانی که بالاتر، خب بالای خط فقر یا در همو خط استوای فقر به سر میبرن. خب فقر
بالاخره اگرچه ما اگر بخوایم ایره به لحاظ معنوی بیایم بررسی بکنیم، فقر به معنای نیاز و احتیاج هست، همون گونه که در آیه کریمه هم ما داریم که یا ایها الناس انتم الفقراء. اینجا در نسبت سنجی انسان ها به خداوند متعال همه انسان ها فقیر هستند، چون انتم الفقراء الی الله، ما محتاجی به سوی خداییم، در هر لحظه محتاجی به خدا هستیم، محتاج به افاضه فیض پروردگار متعال هستیم، در حیات خود، در زندگی خود، در نشاط و در سلامتی و در ارزاقی که دریافت میکنیم، در همه عرصه ها ما محتاج به پروردگار متعال هستم. در هر عرصه ای که محتاج دیگه خلاص فقیر محسوب میشه. فقیر محسوب میشه. والله هو الغنی الحمید. خب البته اگر بخوایم در اینجا ما یک تقسیمی هم داشته باشیم در همین بخش اول که تعریف کردیم، تقسیمی هم داشته باشیم، خب فقر رو میتوانیم به صورت کلی به دو دسته تقسیم بکنیم، یعنی در چند زاویه فقر قابل قسمت و قابل تقسیم است. یک وقت فقر، فقر مادی است، کسانی به لحاظ زندگی مادی محتاجه، از لحاظ ارتزاق، از لحاظ مسکن، از لحاظ خوراک، از لحاظ پوشاک و عرصه های زندگی محتاج است. یه آدم فقیره در سر جامعه، پول نداره. آره، پول نداره به فرمایش شما. یک وقت فقر، فقر معنوی هست. فقر معنوی هم یکی از بدترین فقر هاست، کسی که از لحاظ عقل کم داره. در روایت داریم به کسی که عقل دادی چی ندادی، و کسی که عقل ندادی چی دادی. خب جهل خودش بالاخره یک نوع فقر هست، نادانی اینها در جامعه فقر هست و بدترین فقره. بدترین فقر، فقر علمیه، فقر اعتقادیه، فقر عقلی و هوش و فهم و درک هست، که خب اینا هم در جامعه تأثیرات خودش داره. یک جامعه ای که سطح علمشان پایین هست در حقیقت از لحاظ معنوی فقیر محسوب میشه، ولی زا کسانی که فقیر هست حتما خود فقر عوارضی داره، حالا این چه فقر مادی باشه چه فقر معنوی باشه، هر دوی اینها در سطح جامعه عوارض جبران ناپذیر متاسفانه داره. بسیار از مشکلات و چالش هایی که در جامعه به وجود میاد به دلیل همین فقرها هست. لذا اینکه در بعضی از تعابیر ما معصومین علیهم السلام داریم، الفقر موت الاکبر، فقر مرگ بزرگه، یعنی یک نوع مرگه، یک نوع بدبختی است. هر دو مورد رو شامل میشه. جامعه ای که واقعا به لحاظ اقتصادی مشکل داره، هم فقیره، هم چالش داره، واقعا دچار مرگه، مرگ تدریجی از جامعه، و به لحاظ معنوی هم اگر فقیر بوده باشه باز هم دچار مرگ تدریجی است، و هزار و یک نوع بلا و مصیبت در جامعه رخنه میکنه، راه پیدا میکنه، و دیوار محافظتی از اطراف اونها برداشته میشه، و لذا مشکلات عدیده ای رو به وجود میاره. و از یک زاویه دیگه هم فقر قابل قسمت، لذا خود در روایت مختلفی داریم، همینطوری که عرض شد الفقر موت الاکبر یا الفقر کاد ان یکون کفرا، اینا احادیثی است که به معصومین نسبت داده شده، به رسول گرامی اسلام و همینطور به امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام، که الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر گاهی وقتها انسان را به کفر میکشانه، یک انسان فقیر دزدی میکنه، یک انسان فقیر مجبور میشه آدم میکشه تا دارایی او را به غارت ببره، و همینطور یک انسان فقیر معنوی بمب به کمر خودش میبنده تا خود را پاره بکنه و دیگران هم یعنی خود را به قتل برسانه و باعث قتل دیگران شوه. کسی که فقر معنوی داره دست به یک سری جنایت هایی میزنه، حق دیگران را میخوره، در نسبت به جان دیگران، حیات دیگران ارزش قائل نیست. همه اینها میبینیم بالاخره تأثیرات منفی خودش رو داره. یک نوع تقسیم دیگه هم در قبال فقر هست. یک وقت فقر، فقر انتخابی و اختیاری هست. یک وقت فقر، فقر اجباری و تحمیلی هست. اونی که در جامعه بیشتر مورد توجه فقر تحمیلی هست، عوامل سبب فقر میشه. اما فقر اختیاری، کسی میخواد فقیرانه زندگی کنه، این بد نیست، این مشکلی نمیتوانه ایجاد بکنه. کما اینکه در سخنان باز منصوب به معصومین علیهم السلام آمده که الفقر و فخری، من به فقیر بودن خود افتخار میکنم، به امیرالمؤمنین نان خوش رو اونم زیر آفتاب میگذاشت که خوشتر بشه و بالاخره نان خشک میخورد. این طور نبود که توانایی نداشته باشه، امیر مؤمنان بود، بیت المال در اختیارش بود، توانایی کار و زندگی داشت و
یک طور جای انتقاد نداره که مثلا نان گرم رو بخوای بگذاره که خوش شا بخوری، یعنی ظلم کردن به نفس خود آدم نیست کسی مثلا چطور میکنه امکان داره که نان خوش بخوره. اتفاقا اهل بیتش بچه هاش ناراحت بودن از این وضعیت که پدر جان این چه وضعیتیه، نان گندم هم پیدا میشه چرا به نان جو چسبیده و این نان جو رو هم باید خشک کرده شما نوشی جان بکنه. حضرت میفرمود چون من میخواهم، چون در رأس امور جامعه هستم، من رهبر جامعه هستم، من امیر مؤمنان و بالاخره خلیفه امت اسلامی هستم، پس باید خود را هماهنگ بسازم با فقیرترین فرد جامعه، اون کسی که واقعا همین نان جو به زحمت به دستش آمده و او هم بالاخره چون خانه و کاشانه نداره، یک مسکینه در ویرانه زندگی میکنه یا مشغول کاره، این نانش هم خوش شده، میخواهم از حال او با خبر باشه. درس این فقر انتخابی و اختیاری حضرت علی علیه السلام یا پیامبر بزرگوار اسلام، اینا خودش یک فلسفه ای داره و درسی داره و حکمتی داره برای بالاخره جامعه. استاد اجازهتون بشه میون برنامه کوتاه ببینم بعد ادامه‌ای بس. بیننده های از گرامی سپاس از همراهیتان، میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. مثبت 964-780-255-413 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید میتونید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه به وقت بیداری با موضوع راهکارهای مبارزه با فقر را بیننده هستید، در خدمت جناب استاد مختاری هستید. سلام مجدد خدمت شما. استاد از اونجایی که موضوع بحث ما بیشتر فقر اقتصادی هست و صورت کل به یک کسی که توان ایره نداره که مایحتاج خانواده خود برآورده بسازه، آیا با اون میتونیم به صورت کل فقیر بگیم یا نه؟ شاید از نظر معنویات و بودهای دیگه رو گفتین یه آدمی فقیر نباشه، ولی امی که نمیتونه مایحتاج زندگی خود برآورده بسازه، امی به هیچ چگونه فقر هستی؟ و این چقدر اهمیت داره در زندگی؟ خب بله، فقر همونطوری که البته در تعریف هم تا حدودی اشاره شد، ببینید فقر هم از خود مراتبی داره، یک فقیری شدید داریم، فقیری نسبی داریم، فقیری مطلق داریم. فقیری مطلق در همه عرصه ها، در همه عرصه های زندگی، هر کسی که به نحوی محتاج میشه به دیگران به هر شکلی، در هر زاویه و هر صفحه از زندگی خودش ممکنه مشمول فقر یا فقیر گفته بشه. اما فقیر شدید به کسی گفته میشه که نسبت به ضروریات زندگی خودش محتاج به دیگران باشه. ضروریات زندگی، ضروریات اولیه سه چیز هست: یکی غذا، لباس، مسکن. یعنی کسی که در این عرصه بالاخره محتاج به دیگران بوده باشه، یعنی برای تأمین غذای خود حتی مشکل داشته باشه، برای تأمین سرپناه خود دستش به سمت دیگران دراز باشه، تأمین لباس خود دستش به سمت دیگران دراز باشه، این فقیر شدید است. یعنی اشد فقر همینه که آدم سرپناه نداشته باشه، در یک بیابان زندگی بکنه، در یک مثلا بلوارها، پارکها زندگی کنه، در یک مغاره کوه زندگی کنه، یا مثلا نان برای خوردن خودش نداشته باشه. اما گاهی وقتا فقر نسبیه، ممکنه بالاخره خانه داره ولی خب نسبت به غذای خودش حالا امسال مشکل پیدا کرده، سالهای قبل اینطوری نبوده، یا خب در بسیاری از موارد خیلی از مسائل نسبی هست. بنابراین کسی که در عرصه ارتزاق و مواد غذایی و سرپناه خودش مشکل داشته باشه و دستش به سمت دیگران دراز بوده باشه، طبعا این اشد فقر هست که ما در بسیار از جوامع ما اینها رو داریم. آمارگیری هایی که صورت گرفته در کشورهای مختلف دنیا، از جمله برخی از کشورهای آفریقایی، و با کمال تأسف در ادامه همون کشورهای آفریقایی فقیر کشور ما هم قرار میگیره. ما هم رتبه دار هستیم در بحث فقر. لذا در جامعه ما بسیار از کسانی داریم که در تأمین مواد غذایی خودش نیازمند به کمک های دیگران هست.
در سرپناه خودش محتاج به دیگران، خیلی ها زیر خیمه ها زندگی میکنن، خیلی ها در مغاره ها در بامیان اون سالهای پیش رفتن، گزارشگرا کسایی که در مغاره های کو زندگی میکردن. خب پس معلوم شه اینا دچار اشد فقر هستن در تأمین لباس و تأمین مایحتاج خودشان. اینها بالاخره فقر شدید است، در حالی که فقیر مطلق شامل بسیار از موارد دیگه هم میشه، موارد مایحتاجی دیگه هم میشه، مانند تحصیل. کسی درسته شکمش سیره ولی توانایی نداره به مدرسه بره، یا اولاد خود را به مدرسه بفرسته، یا به لحاظ بهداشتی امکانات بهداشتی لازم را نداره. خب به طور میفرمایید که تحصیل اولویت اول نیست، خوب نیاز اول نیست، چرا اونها هم جز یعنی در ردیفی چون یک وقت بس حیات و زندگی هست، یک کسی میخواد فقط زنده باشه، یک کسی میخواد زندگی بکنه، مسائل فرق میکنه، اینا مراحلش فرق میکنه. وقتی میگیم اون کسی او سه مرحله را نداره، یعنی دچار اشد فقره. اما خب اینها بحث تحصیل، بحث بهداشت و بحث امکانات رفاهی، امکانات بیان، آزادی بیان، حقوق، مسائل حقوقی دیگه ای که هست، اینا یک مرحله بالاتر است، اینا هم شامل فقر میشه. کسی که توانایی تحصیل نداره فقیره، متعز یک زاویه دیگه فقیر هست. و همینطور کسی که حق دسترسی به ادارات را نداره، اینا تعریف هایی است که در جهان صورت گرفته، به اداراتی که باید به حقوق انسان ها رسیدگی بشه دسترسی نداره. یعنی طبعا آدم فقیر گفته میشه. و همینطور از لحاظ بهداشتی امکانات بهداشتی برای او فراهم نبوده باشه، اینا هم فقیر گفته میشه. بالاخره در تعریف فقر اینها جزء موارد کلانتر فقر است. استاد چه باعث میشه که دامن یک جامعه را فقر بگیره؟ به تعبیر عوامل فقر چی هست؟ خب سوال عمده همینه، چی چیزهایی باعث میشه که یک جامعه، یک قریه، یک قشلاق یا یک خانواده دچار فقر میشه؟ خب طبعا اینجا عوامل مختلفی در کار است. بعضی عوامل غیر ارادی و عوامل طبیعی است که در سطح یک کشور یا یک منطقه یا یک ولایت رخ میده، مثل خشکسالی هایی که اتفاق میفته، سیل هایی که جاری میشه، زلزله ای که در یک منطقه میاد، اینا سبب یا فقرهای موردی و محلی میشه یا فقر عمومی در یک کشور یا شاید یک منطقه یک قاره را در بر میگیره. یک عواملی است که بالاخره از دست بشر بیرونه، عوامل طبیعی میتونه یک عامل بوده باشه. عامل دوم عامل سیاست های حاکمیتی هست، حکومت های بی ارزه، حکومت هایی که نسبت به مردم و جامعه و ملت خودش احساس مسئولیتی درست نداره، سیاست گذاری های غلطی انجام میده، تبعیض در سیاست گذاری ها وجود داره و همینطور توزیع عادلانه ثروت صورت نمیگیره، اینها هم سبب فقر میشه، اینا اینجا توازن برقرار نمیشه. بالاخره در اجتماع یک سری طبقات اجتماعی ایجاد میشه، طبقه فقیر و غنی ایجاد میشه، کما این که ما در کشور خود ما در گذشته داشتیم، شاید الان هم متاسفانه این روال جریان داره. ما ولایت های درجه یک، درجه دو، درجه سه داشتیم، خودی همین بالاخره حاکی از یکی، اونی که درجه سه بالاخره باید کمتر برخوردار بوده باشه، اونی که درجه یک است از امکانات بیشتری برخوردار هست. مثلا در یک جا دانشگاه یا مثلا پوانتون هست، در یک جا شفاخانه است، در یک جا حتی یک کلینیک نیست، در یک جا مثلا ما سرک های سه بانده و چهار بانده پخته کاری داریم، در یک جا حتی سرک قیر نداریم، یک وجب یک متر سرک قیر نداریم. این مشکلات اینا برمیگرده به سیاست های از طرف حاکمیت، حاکمیتی که بالاخره نسبت به جامعه خودش احساس مسئولیت نمیکنه، تبعیض را حاکم میسازه. طبعا اینا در یک زاویه کشور فقر تولید میشه خود به خود، چون یک بخشی از جامعه از امکانات رفاهی برخوردار نیست، از مدرسه، از دانشگاه برخوردار نیست و همینطور سرمایه ها عادلانه توزیع نمیشه، کمک ها به اونجاها نمیرسه و اینا خودش عامل دیگه ای میشه. عامل سوم عامل جنگه. در هر جامعه ای که در هر بین هر جامعه و ملتی که جنگ اتفاق میفته، متاسفانه جنگ عوارض زیادی داره، از جمله باعث فقر میشه، چون در سایه جنگ امنیت از بین میرود. امنیت که نبود کار صورت نمیگیره، اشتغال صورت نمیگیره، سرمایه ها از کشور به بیرون انتقال داده میشه و طبعا مشکلات عدیده ای در سایه جنگ اتفاق میفته. یک جمله قشنگی مولا امیرالمؤمنین داره، میفرماید که ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا، میگه ملتی که در درون خودشان دوچار جنگ میشه ذلیل میشه. یعنی هیچ ملتی نیست که در درون خودشان دوچار جنگ و نزاع بشن مگر اینکه اونها ذلیل میشن. و واقعا متاسفانه جامعه افغانستان ما هم
سالهاست در میان این دیگی جوشان جنگ و نزاع و برادرکشی بالاخره دست و پا میزنه و لذا فقر از ضروریاتشه، یعنی فقر از ملزوماتشه. من التزم به شیء التزم به لوازمه، وقتی جنگ جریان پیدا میکنه فقر از لوازمشه. به همین خاطر شما آمارها رو ببینید، آمارهایی که از طریق سازمانهای بین المللی ارائه داده شده، ما همه این آمارها رو قبول نداریم، یعنی به شخص نظر خود عرض میکنم، ولی بالاخره این آمارها یک نماد، یک سمبول، یک نمونه از مشکلات اقتصادی جامعه هست. فعلا میگه 34% مردم افغانستان زیر خط فقره. حالا اگر آمار مردم آمار یعنی احصائیه که به صورت حدسی و گمانی صورت گرفته، حدود 40 میلیون جمعیت انگار افغانستان باید داشته باشه که مثلا حدود 32 میلیون از این آمار دچار خط فقره، یعنی یک تعداد بسیار اندکی اگر بالای خط فقر زندگی بکنه. یک آمار فاجعه آمیزه. او سطح بندی رو که با توجه به وضعیت فقر کشورها کردین، او آمار درست و دقیقه یا نه به عنوان مثال او رو فرمودید؟ خب اینا ابراز شده از طریق مؤسسات، مثلا از طریق سازمان ملل بیان شده. طبعا نماینده های اونا در افغانستان زندگی میکنن، احصائیه دارن، اونها کمک هایی که وارد افغانستان میکنن از طریق اونها، طبعا اینا آمارشان من نمیگم دقیق هست، ولی قریبی به یک ممکنه قریبی به اطمینان هست تا حدود دیگه. این آمارها دیگه آمار دقیقی ما نداریم، احصائیه صورت نگرفته، آمار جمعیتش معلوم نیست، ولی فقر بالاخره در این کشور بیداد میکنه. خب طبعا پس جنگ میبین، اینا آثار و پیامدهای جنگه. و عامل دیگه عامل هجرت و مهاجرته. بالاخره وقتی جنگ بود، مهاجرت هم بازم جزئی ضروریات جنگه. مهاجرت از این جهت که بسیاری از نخبگان از محل جنگ خارج میشن، یعنی سرمایه های علمی کشور رو ترک میکنه، سرمایه های علمی کشور رو ترک میکنه، در این حال سرمایه های اقتصادی هم کشور رو ترک میکنه. یک تاجری که سرمایه میلیون یا میلیاردی داره، او در فضای جنگ سرمایه خودش سرمایه گذاری نمی کنه، برای اون نمی صرفه، مجبور سرمایه خود خارج بکنه. اینا خودش سبب فقر میشه. وقتی یک سرمایه دار سرمایه خود از کشور خارج بکنه، بسیار از کارخانه ها تعطیل میشه، بسیار از زمینه ها و بسترهای کاری از بین میره. این سبب میشه که مردم بیکار میشه. یک عده دیگه توده های مردمی که اینا در سطوح و لایه های پایین و در دامنه اجتماع زندگی میکنه، جزء کارگرها و عمله هستن، اینا بیکار میشن. اینا که بیکار شد، وقتی کار که نبود درآمد هم نیست، درآمد که نبود فقر خود به خود تولید میشه. پس این هم عامل دیگه میشه برای ایجاد فقر. خب تبعیض هم باز برمیگرده به سیاست های حکومت. تبعیض و همینطور عدم انکشاف متوازن که نبود که در گذشته اشاره شد، و بیکاری خب همینطوری که اشاره شد، یک سری عوامل. البته در جوامعی که جنگ نیست، گاهی وقتا عوامل های دیگه هم پیدا میشه. استاد عوامل فرمودین، خب قطعا وقتی عوامل فرموده میشه، آثار همونطوره که در اول عرض کردم، خب معلوم هست در جایی فقر هست آثارش هم همگی میدونه که آثار فقر چیه، ولی بازم به خاطر بس دنبالی هستیم که آثار فقر هم از شما بشنویم، ولی قبل از یک میان برنامه ببینیم و در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز گرامی، سپاس دادین که نگاه های ناب و مهربانتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. میان برنامه کوتاه را با هم مشاهده میکنیم و دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز گرامی، دوباره خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی رو برای دیدن انتخاب کردید و یک سلام خاصی هم عرض بکنم خدمت ویده از عزیزان بینندهی که تازه به جمع ما پیوستن. شما بینندهی برنامه به وقت بیداری با موضوع راهکارهای مبارزه با فقر هستید، در خدمت جناب استاد مختاری هستیم. استاد مجددا خوش آمدید. سلام. عرض کردم که آثار فقر. بله. خب آثار فقر در جامعه خب طبعا بسیار
چالش آفرین و یک معضلی دردآور است که در حقیقت میتوان گفت یک بیماری عمومی است. وقتی یک جامعه فقیر بوده باشه، طبعا این فقر در سطح فکر و اندیشه یک جامعه اثر گذاره. یک ملت فقیر مورد توجه قرار نمیگیره، یک جامعه فقیر همیشه تحقیر میشه در بین جوامع دیگر. حتی در اگر ما به لحاظ فردی هم که بررسی بکنیم، یک آدم فقیر بالاخره همیشه مورد تحقیر هست. یک آدم فقیر دستش همیشه درازه. به قول او یک شاعر گفته بود که دست نیاز چو می کنی به سمت دیگران دراز، پل ساخته ای که بگذری از آبروی خیش. حالا این فقر یک وقت در به صورت فردی است. یک آدم فقیر وقتی گدامنیشانه دست خود رو به سمت دیگران دراز میکنه، دیگه او شخصیت خود رو کلن زیر پا کرده، عزت خود رو زیر پا کرده و بالاخره کسی برای او در سطح جامعه بها قائل نمیشه. حالا شما ایره در یک دایره کلانتر، در یک کتگوری بزرگتر در نظر بگیرید. یک خانواده رو فرض بکنید، یک جامعه رو، یک کشور رو فقط در نظر بگیرید. یک کشوری هم که همیشه دستش به سمت دیگران دراز باشه، این کشور در سطح بین الملل عزت نداره، پاسپورت او اعتبار نداره، پول او ارزش نداره، کارمند او ارزش نداره، مسئول او ارزش نداره، وزیر خارجه او مورد تحقیر قرار میگیره، رئیس جمهورش مورد تحقیر قرار میگیره. رئیس جمهورش اگر به یک کشور دیگه بره، به جایی که رئیس جمهور به استقبالش بیایه، یک وزیر خارجه یا یک آدم معمولی به استقبالش میاد. یعنی عزتش زیر پا. اولین اثر منفی که فقر بالاخره به جا میگذاره بحث عزته، یعنی پایمال شدن عزت فردی و عزت اجتماعی و عزت کشوری هست. این یک نکته. خب نکته دوم، اصل دوم، فقر بزهکاری ها رو در جامعه افزایش میده، باعث بزهکاری میشه. یک آدم که گرسنه شد مجبور از دیوار مردم بالا بره، یک آدم که گرسنه ماند مجبور بره مثلا مال دیگران رو غارت بکنه، یک آدم که گرسنه ماند دست به هر نوع جنایتی ممکنه بزنه. بسیاری از جنایت هایی که انجامه به خاطر یک موبایل، به خاطر یک مثلا یک 1000 روپیه یا 2000 روپیه که از جیب یک بنده خدای بگیر، دست به خلاف میزنه، دست به خلاف بزرگ زده میشه. گاهی وقتا شده که به خاطر یک موبایل که از گوشی از جیب کسی میخواسته برداره و او طرف هم مقاومت کرده، یک آدم کشته شده، یک جنایتی این گونه صورت گرفته. لذا بزهکاری ها در جامعه زیاد میشه. بسیار است. پشت این موضوع آیا عامل فکری هم وجود داره با توجه به ای که بعضی ها، خب البته به ای که همه ایمان و عقیده دارم که روزی را هرچی خدا مقدر کرده همویه، ولی خب به یکی دنبال سعی و تلاش نرو، خلاصه خدا روزی رو میرسانه، یک لقمه نان هر طور پیدا میشه، آیا یه عامل های فکری هم باعث میشه که دامن یک جامعه رو فقر بگیره یا خیر؟ طبعا عامل فکری خواهی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یک وقت به صورت فردی میشه بررسی کرد، یک وقت به صورت جمعی و عمومی مسئله رو در نظر. بعد ما خیلی آدم های تنبل بیکاری داریم که همونطوری که در عرصه کار تنبل هست، در عرصه درس و علم و دانش تنبله، نه درس میخونه که مثلا یک عالمی باشه، نه درست کار میکنه، همیشه کله بر جامعه است، یعنی سربار جامعه است. از دیدگاه اسلام این گونه افراد شدیداً مورد ملامت قرار گرفته. خود در اسلام جامعه میگه حالا درسته ما روزی از طرف خدای، ولی شما هم یک حرکت بکنید، ما به اون حرکت شما یک برکت میدیم. خودش گفته درسته من روزی رسان هستم، ولی فرموده که لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. هر چی تلاش کنی نتیجه میگیری. پیامبر عزیز اسلام فرمود به جامعه اسلامی ملعونون ملعونون من القا کله علی الناس، لعنت به کسانی که خود را سربار جامعه میسازه، یعنی نمیره کار بکنه. برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاویدانی است کار. اون داستان معروف امیرالمومنین در مسجد کوفه که همه مردم میدانن دیگه، وارد کوفه شد، وارد مسجد کوفه شد، یک عده ریشه ها بلند و عبا و قبا به سر انداخته و با یک هیئت خاصی تسبیح های بلند نشسته، همجور ردیف داخل مسجد نشستن. فرمودند که اینا کیا هستن؟ گفتن اینا عباد الله هستن، بندگان خاص خدا هستن. حضرت فرمود هنر اینا چیه؟ گفتن اینا شب روز مشغول عبادت خداین، روزها روزه هستن، شب هم که مشغول عبادت هستن. فرمودند که پد اینا از کجا میخورن؟ نون جانه که میدن. گفتن مؤمنین، بقیه مؤمنین. الله اکبر. اینجا حضرت همه اونها رو بیرون کرد که اینجا عبادتگاه است، اینجا بالاخره جای تنبل ها نیست، شلاق را گرفت همه رو بیرون کرد.
که بریم کار کنیم، زحمت بکشیم. لعنت خدا بر اون کسانی که خود رو تحمیلی بر جامعه میکنن. میتونه کار بکنه، کار نمیکنه، دست گدایی پیش اینو انداز میکنه. استاد زمان ما خیلی کم هست، راهکارهای مبارزه با فقر هم بفرمایید. اینو... که بیشتر متوجه کی هست، چه کسی باید بیشتر حرکت بکنه در قسمت خب... تا برکتی به اموال. درسته. خب بخش دومش هم اشاره بکنم. ببین نه. از لحاظ فکر، پس ذهن زمان... فکر اینها قطعا تاثیر داره و همینطور در رأس جامعه که حکومت هست، ذهنی حاکم، فکر حاکم هم اینا تاثیرگذار هست. سیاست هایی که یک حاکم بالاخره در یک جامعه تطبیق میکنه، حالا سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی، اینا بالاخره از یک فکر ناشی شده، فکر پادشاه، فکر وزیر، فکر حاکمیت، بالاخره دولت، مجموعه اینا بالاخره تاثیرگذاری خودش داره. لذا سخن منصوب به مولا امیرالمومنین فرمود هر چیزی آفتی داره، آفت الملوک سوء السیره. آفتی که شامل حال پادشاهان اینه که سیره اونها بالاخره بد باشه، یعنی سیره بدی داشته باشه، یعنی فکر بدی داشته باشه در قبال جامعه، همه رو به یک چشم نگاه نکنن، تبعیض قائل بشه، سیاه و سفید رو جدا بکنن، قوم خودش از قوم دیگرا ترجیح بده و خیلی مسائل دیگر. در هر صورت اگر بخوایم به راهکارها اشاره بکنم به صورت خیلی گذرا، طبعا اولین چیز برمیگرده به سیاست‌های کلی حاکمیت. حاکمیت باید سیاست خودش را در توزیع عادلانه ثروت، در این که بالاخره انکشاف موازن به قول معروف، حالا که جا افتاده این واژه، یعنی اگر میخواید توسعه در کشور صورت بگیره، اگر قرار یک سد زده شود، یک بندی ایجاد شود، در همه جای مملکت بند ایجاد شود، در یک ولایت دو سه تا بند ایجاد شده برای توسعه اقتصادی، توسعه کشاورزی، در ده ها مورد دیگه که زمینه سدسازی هست که مشابه او امکانات جمع فراهم، امکانات طبیعیش فراهم، در اونجا هیچ توجهی صورت نگیره. خب اینا پس باید سیاست عوض بشه، یعنی فکر بالاخره حاکمیت باید نسبت به برنامه های اقتصادی باید تغییر بکنن. توزیع عادلانه ثروت بالاخره این، اینجا ما ولایت رو طبقه بندی نکنیم، طبقه اول و دوم و سوم، که مثلا برای ولایت درجه یک سه تا نان در نظر بگیریم، برای ولایت درجه دو دو تا نان در نظر بگیریم، برای ولایت درجه سه یک نان در نظر بگیریم. او کسی که در ولایت درجه سه زندگی میکنه، یعنی معده‌اش یک سوم معده او کسی که در ولایت درجه یک زندگی میکنه هست، قطعا این گونه نیست. اما عائله ای که او داره این هم داره، پس باید اینجا سرمایه ها عادلانه توضیح بشه. ایجاد اشتغال، ایجاد اشتغال، دولت باید در جهت اشتغال زایی برنامه هایی داشته باشه. حالا این اشتغال زایی یک وقت در سطح حاکمیت حکومت وظیفه داره، ولی این سبب نمیشه که همه چیز، همه بار رو ما بر دوش حکومت بگذاره. در سطح لایه های جامعه باید انسان های متمول و متمکن، اینها هم در جهت سرمایه گذاری، سرمایه های خودشان و ایجاد اشتغال و بالاخره تأسیس کارخانه هایی که بشه اونجا ده ها نفر بالاخره مشغول به کار کرد، باید همه فعال بشه. یک وقت بحث حاکمیته، یک وقت بحث عمومیه. پیامبر عزیز اسلام فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت، همه باید به فکر جامعه باشه. استخراج معادن که خب در کشور ما متاسفانه معادن ما همینجور سربسته و دربسته باقی مانده و یکی از عامل‌های رونق اقتصادی و فقر زدایی در بسیاری از کشورها بحث جذب توریست هست. خیلی ها معادن ندارن، ولی با جذب توریست بالاخره بسیاری از چالش های اقتصادی خودشان را از بین میبرن، در حالی که افغانستان یک کشوری است که جاذبه های بسیار عالی توریستی داره، مثل بامیان، مثل بند امیر یا مثل بسیاری از ولایات دیگه ای که جاذبه های توریستی داره. اینا رو باید دولت و حاکمیت به فکر اینها باشه، نه اینکه ما این جاذبه ها رو از بین ببریم. اینا خودش میتونه جذب سرمایه بکنه، زمینه اشتغال مردم رو فراهم بکنه، و وقتی اشتغال بود، سرمایه بود، طبعا فقر از بین برداشته میشه. کمتر از دو دقیقه وقت دارم، یک راهکار فردی هم اگر اشاره بفرمایید بعد پایان بحث. راهکار فردی هر کسی واقعا میتونه، این روایتی که منصوب به پیامبر عزیز است، اگر همه احساس مسئولیت در قبال همه داشته باشه، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته، وقتی من میبینم که بالاخره همسایه فقیر دارم، در قبال این همسایه فقیر احساس مسئولیت بکنه، در قبال جامعه فقیر خود، قریه و قشلاق فقیر خود، کوچه و محله فقیر خود احساس مسئولیت بکنم، خود به خود مشکلات برداشته میشه. یعنی ما همه را نباید منتظر حاکمیت بوده باشیم، همه باید در قبال همدیگه احساسی
مسئولیت داشته باشیم. این احساس مسئولیت در همه عرصه‌ها میتونه وجود داشته باشه. یک نکته دیگه که اینجا جنبه مذهبی داره، ما بالاخره مالیات هایی که دولت میگیره، یک مالیات، مالیات شرعیه. اگر همین مالیات شرعی اغنیا واقعا در جمع آوری بشه و در مسیر درست خودش توضیح بشه، بازم فقر از سخت جازه برداره، مثل زکات، مثل خمس که اینها روایت دارم که خداوند در مال اغنیا حق برای فقرا در نظر گرفته. اگر غنی زکات خود پرداخت میکنه، خمس خود را پرداخت میکنه برای یک فقیری، منتی نداره، حق تا اونها را پرداخت کرده. اینا میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه، باری سنگین از دوش دولت و حکومت هم برداره. یک میشه بالاخره همون کلکم رائم و کلکم مسئولون عن رعیتی تحت. تشکر استاد، خیلی ممنون، لطف کردین، صحبت بسیار جامع استفاده کردیم. تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. انشاءالله خیر و سلامتی بدرقه راهتان باشه و با امید روزی که دیگه هیچ فقر در جامعه نباشه و دامن فقر برچیده بشه و هیچ کسی هم درد فقر را نچشد. ممنون از حضورتان. ای که در شدت فقری و پریشان حالی، صبر کن کندوس روزی به سرایت معدود. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه شب وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه‌تان را به الله پاک و بی همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.